دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گزارش داد که بیش از 22 میلیون نفر از مردم یمن به طور روزانه نیازمند کمک های بشردوستانه اند بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل از زمان حجوم اطلاف به یمن حدود 14 هزار نفر از مردم این کشور جان خود را از دست دادند و این در حالی است که برآوردهای دیگر آماری بالاتر در این باره را نشان می‌دهند. سخنگوی کمیته المللی صلیب سرخ می گوید جنگ بر کلیه زیرساخت‌های اساسی یمن تأثیر گذاشته و این امر تمام جمعیت یمن را تحت شعا قرار داده است و به هیچ وجه موضوعی خوشبینانه در این باره وجود ندارد. اعتلاف علیه یمن به رهبری عربستان گذرگاه و بنادر یمن را بسته و ورود مواد غذایی دارویی و سایر تجهیزات را با مشکل مواجه کرده است این در حالی است که بیش از آغاز جنگ 90 درصد از کالاهای مورد نیاز این کشور از طریق واردات تأمین میشد بر اساس برآوردهای یونیسف حدود 11 میلیون کودک یمنی نیازهای غذایی بهداشتی و آموزشی دارند و به دلیل گسترش سوء تغذیه 16 میلیون نفر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی محروم هستند